شب گذشته بود که داریوش مهرجویی کارگردان مطرح ایرانی و همسرش با ضربات چاقو به قتل رسیدن. اینجا زیبادشت، محله فرخ‌آباد. ساعت 11:23 هستش. اومدیم فرخ‌آباد، منزل مرحوم داریوش مهرجویی. بریم داخل. برصد ماموران پلیس آگاهی و استان البرز حضور دارن برای بررسی‌های بیشتر. ببینیم چه خبر هست. آقای مهرجویی رو با ضربات چاقو به قتل رسونده بودن و همچنین همسر ایشون رو، و با چوب تو سر خود آقای مهرجویی هم زده بودن. احتمالاً افراد 2-3 نفر بودن. بریم داخل، داخل منزل. وضعیت حالا نگاه کنید شما، یه خورده وسایل به هم ریخته است. این قسمتی که حالا آقای مهرجویی افتاده بوده، سردار قنبری رو ما میبینیم اینجا، رئیس پلیس آگاهی، و کل همکارانمون تلاششون بر اینه که هرچه سریعتر بتونن به یک نتیجه مطلوب رسن. یک گروه و یک تیم خاص در حال تجزیه و تحلیلش هستن همین الان در حال حاضر. ما یک آثاری از خود دست مقتول پیدا کردیم، احتمال میدیم مال قاتل باشه. فقط اینو بگم که الان در حال حاضر همینجا 30-40 تا بچه مامور پلیس آگاهی حضور دارن، دارن صحنه رو بررسی میکنن. یعنی از دیشب اگه شما نکنید از دیشب ساعت خدا قوت میگیم بهشون ایشون تخریب روی این در صورت نگرفته. درست. یعنی در یا باز بوده یا اینکه بسته و قفل نبوده. به طور کلی درگاه های ورودی اینجا باز بوده. باز بوده سر درو باز، نه اینجوری که مفتوح باشه. بازور نیومدن. آره بازور داخل نیومدن، قفل نبوده. تشخیص ما اینه که درگیری اولیه اینجا رخ داده. درگیری اولیه که اینجا رخ داده، خب معلومه این به صورت دمجیز رو دمر رو به اینجا افتاده. خانم اومده اینجا، رفته داخل اون اتاق. یعنی حالت فرار که در رو بسته، آثار این گونه نشون میده. خانم داخل اومده در رو بسته و اینجا حائل در شده. دقیقا این لکه‌های خونی که ریخته شده میتونه مال اون باشه که اونجا احتمالاً ضربه، ولی چرا از اونجا تا اینجا هیچ آثاری خون ریخته نشده؟ این میتونه مال بعد باشه. و نهایتاً جنازه اینجا افتاده. 10:30 شب به 110 ماه تماس حاصل شده دختر ایشون که رفتن گالری نقاشی، 2:30 از خونه خارج شدن و ساعت 10:30 زمانی که مراجعه میکنن با این صحنه مواجه میشن. یعنی دنبال پولی بودن یا نه؟ همین جد دنبال پول، مدارک میتونه همه اینها باشه، دنبال پول احتمالاً بودن معلومه، ولی اینکه چیزی بردن یا نبردن تا حالا آماری به ما ندادن. ما گفتیم که اعلام بکنن. طلایی برده نشده، پولی برده نه چون نمیدونیم. با شما صحبت کرد دختر خانمش فعلا چیزی اعلام نکرده در مورد سرقت. در مورد سرقت هیچ اعلام نکردن. میشه زمانش اعلام کرد که به نتیجه به نظرشون برسید؟ گرچه میگم به نظرشون مشخصه که به نتیجه برسید. ما در مجموع هیچ وقت در تحقیقات پلیسی و جنایی نمیتونیم زمان دقیق رو مشخص بکنیم، ولی عزمی که همکاران ما جزم کردن بابت این موضوع، تمام توان علمی آزمایشگاهی و فنیمون رو به کار گرفتیم. انشالله بتونیم در زمان کوتاهی انشالله نتیجه رو بگیریم، چون الان تجزیه تحلیل های فنی و آزمایشگاهی ما شروع شده. تا جواب اونها رو ما متوجه نشیم نمیتونیم زمان دقیقی رو اعلام بکنیم. داوود فتحعلی‌زاده، خبرگزاری پلیس. دکمه سابسکرایب بزنید، ویدیو رو لایک کنید و اگر دوست داشتید برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. دکمه زنگوله رو بزنید که اگر ویدیوهای جدیدتر و اسناد جدیدتر رو خواستیم افشا بکنیم براتون نوتیفیکیشن بیاد و ببینید. استاد، داریوش مهرجویی متولد دام آذرماه 1318 بودن و در تاریخ 22 مهر ماه سال 1402 به طرز فجیع و همراه همسرشون در ویلای در کرج به قتل رسیدن. 100 دقیقه مشکوک این وسط وجود داره بین ساعت 20 و 50 دقیقه شب تا ساعت 22 و 25 دقیقه شب که داریوش مهرجویی به دختر خودش ساعت 20 و 50 دقیقه پیام میده که برای شام بیاد خونه و دختر ایشون در ساعت 22 و 25 دقیقه وقتی به منزلشون میرسه، وقتی زنگ میزنه میبینه کسی در رو باز نمیکنه، خودش کلید میندازه و میره داخل و با صحنه
عجیب و غریب قتل پدر و مادر خودش مواجه میشه. اما این وسط یه سری نکات پنهان و عجیب و غریب برای استاد مهرجویی وجود داره در خصوص کشته شدنش. استاد مهرجویی که به گردن سینمای ایران حق داره، استاد مهرجویی که جز چهرهای اصلی موج نوین و جدید در سینمای ایران بوده وقتی که فیلم سینمایی گاو رو ساخت و در جامعه های بین المللی و در جاهای مختلف تونست جوایز متعددی بگیره، تونست سینمای ایران رو به دنیا بشناسونه. همین چند وقت پیش بود که یک ویدیویی از ایشون منتشر شده بود که مسئولین جلوی کار ایشون رو گرفته بودن و فشار عجیب و غریبی روی ایشون بود. شاید خیلیاتون این ویدیو رو دیدید، اما یک بار دیگه این ویدیو رو ببینید و گلایه داریوش مهرجویی از مسئولین که اینها کمک میکنه به پازل ماجرای کشته شدن داریوش مهرجویی که جلوتر برای شما جزئیاتش رو از منابع خبری که توی صحنه قتل بودن برای شما افشا میکنه. من معترضم. این پروانه نمایش فیلم لامینور منه، فیلم اخیر منه. این شیر نیست، گوش نیست که بگی که تاریخش گذشته. شما به من پروانه دادید، پروانه نمایش دادید، چرا زیر قول خودتون میزنید؟ مرد نیستید، مردانه رفتار کنید. همه فیلم های من رو توقیف کردید، یکی از فیلم های من اصلا مفقود کردید، اون زیاحت در ایران رو از انداختون رو ظرف آشغال. فیلم سنتوری منو آقای جعفری جلوه خود بی جهت جلوشو گرفت و نذاشت درست شب سینما، گفت کمر من شکست. تو کمر تو میباست از اون اول که سناریو رو میخوندی کمر تو میشکست که نمیذاشتی اینقدر ما زحمت بکشیم دو سال سه سال یه فیلم کار بکنیم بعد بدیم بیرون، بعد شما بیاین جلو. کی هستین شما؟ شما کی هستین؟ من کارشناس فلسفه از بزرگترین دانشگاه امریکا هستم، شما دارین فیلم من رو قضاوت میکنین. شما کی هستین؟ چه مدرکی داری؟ چه کاری کردی؟ چه چیزی داری بیرون؟ کی هستی تو؟ پشت پرده مثل اشباح هی به ما حفظا داری میکنی؟ نمیتونم تحمل کنم، من میام تحصم میکنم توی بزرده ارشاد همراه با دستیارم، تا حقمو نگیرم ول نمیکنم. وزارت ارشاد، وزیر محترم، به حرف من گوش بده. من دیگه دیگه نمیتونم، دیگه میخوام بجنگم. بیاین بزنیم بکشیم من، این سینه من بزنیم نابودم کنید، بکشید همه کارتون که هر کار میخوام بکنید، ولی من حقمو میخوام بگیرم، حقمو از شما میگیرم. بله، این صحبت های پر از بغض و پر از عشق داریوش مهرجویی، یعنی شما عشق به سینما و این اتفاقات رو میبینید. این ویدیو نشون میده داریوش مهرجویی تو این ویدیو بیش از 80 سال سن داره و میگه من فارغ التحصیل یکی از بزرگترین دانشگاه امریکا بودم، فلسفه خونده و رمان خونده بود و اشاره میکنه به مسئولینی که دمپایی و جوراب سفید پوشیدن، یقه رو بستن و تو مملکت هیچ هنری ندارن، فقط با عضویت توی نمیدونم 4 تا جا و بسیج و مسیج و اینور اونور و مالوندن 4 تا نماینده مجلس و اینور اونور سمت گرفتن و دارن حکمفرمانی و حکمرانی میکنن روی کسانی که استادن و برای همین هستش ما موج شدید مهاجرت رو داریم. یه گیتار هم این پشت میبینید که این گیتار یکی از فیلم‌های داریوش مهرجویی به اسم سنتوری بود. حالا هم این گیتار هم سنتوری که وجود داشته هدیه‌ای بوده که بهرام رادان و افراد مختلف امضاش کرده بودن و حالا جلوتر با این قضیه هم کار داریم. اما نکته‌ای که وجود داره در حالا این صحنه جرم، حالا به پست‌هاش هم میرسیم، اینه که رسانه‌های ایران محل قتل و اون ویلایی که وجود داره رو هر کدومشون یه جایی اعلام کردن. یه عده میگفتن سمت آبلیه، یه عدهشون میگفتن نمیدونم فردیس کرجه، نمیدونم البته بعضی حالا تو اون مناطق مختلف، یکی دیگه میگفتش که حالا
مشکین شهر، حالا همه اینا جزء یک محلات، حالا نزدیک هم حالا بعضیش قرار میگیره، اما اون چیزی که مشخصه ایشون یک ویلایی رو داشتن در منطقه فرخ آباد کرج، حالا همون سمت مشکین شهر و اینا، تو منطقه باقی و ویلای نشینه و یه منطقه خیلی لاکچریه. اینا حالا دلیل داره اینا رو میگم بهتون، یه منطقه ویلای نشین هستش و خیلی از مسئولین و افراد معروف و مشهور، خیلی از وزرا و افرادی که حالا اصطلاحاً گنده هستن تو اون سیستم، تو اون منطقه ویلا دارن. خب این یه کد رو به ما میده، اون منطقه بسیار منطقه امن و داره امنیت بالایی. البته توی ایران با هیچ جایی نمیتونی بگی منطقه امنیه، ولی مسئولین وقتی هر جایی میرن ویلا میگیرن، شما شک نکنید که اون منطقه داره امنیت بالاییه. اینو برای چی میگم؟ برای میگم که وقتی پستی رو خانم وحیده محمدی فر منتشر کرده بوده که این پست رو میگن که حالا گفته بوده که یه پستی رو خانمشون منتشر کرده بوده، گفته بوده که هفته پیش چند نفر اومدن و اصطلاحاً به خونه ما حمله کردن و اینها جز حالا گویا مهاجرها بودن و گفته شده که توی چند وقت اخیر هم به ما دستبرد زدن. حالا تاریخ این پست رو همین گذاشتم، حالا جوتا کار داریم. و گفته که لپتاپ توجه کنید چه وسایلی رو دزدیدن، لپتاپ دو عدد سنتور با اسم و عکس داریوش مرجوی بهرام رادان که برای چند سال پیش پروژه سنتوری بوده که اینجا اعلام میکنیم که فروششون و خرید فروششون غیر قانونیه. و گفته شده که توسط یک بیگانه تهدید بشیم با چاقو. خب بعد یه سری ها میگن نجات پرستی کمپین تشکیل میدم، دامان شما را هم خواهد گرفت. از دولت خواهش میکنم به داد ما برسه، چون اینجا در این شهرک هیچکی انگار براش مهم نیست، یعنی کاری از دستشون بر نمیاد. اما یه پست دیگه وجود داره که مال 9 بهمن 1401ه، یعنی تقریبا 8-9 ماه قبلش، و اونجا هم باز اشاره کرده بوده به این تهدیده. و دو تا مورد وجود داره، اینکه آیا این پستی که خانم مرحومه خانم وحیده محمدی فر منتشر کرده بوده و گفته بوده که ما تهدید شدیم مال قبل بوده دوباره بازنش کرده، و یا دوباره این تهدید صورت گرفته. اینا رو بهتون میگم که تعجب کنید. گفتش که لپتاپ ما رو دزدیدن، بعد از اون گفته که دو تا سنتور و یه سری حالا وسایل و اینا رو از ما دزدیدن. عقل سالم و حالا به اصطلاح خودمون عقل کاراگاهی میگه اگر از یه جایی یه شخصی یه بار دزدی میکنه، بار دوم نمیره از اونجا دزدی بکنه، چون اون وسایلی که مورد نیازش بوده برده. پس طبیعتاً بار دوم وقتی شخصی میاد اون تو، شما شک نکنید که اون شخص با هدف دیگه ای غیر از دزدی میاد، با هدف حذف فیزیکی این دو نفر. رسانه ها ادعا میکنن که موقعی که این اتفاق صورت گرفته، دو تا تلفن همراه ایشون رو بردن سارق ها. حالا اینکه یه دوز تلفن همراه به چه دردش میخوره، کسی که بخواد قصد بکنه تو تلفن نمیدوزده، جارو میکنه وسیله های اونجا رو میبره. پس نیازش دو تا تلفن همراه نبوده، اطلاعات توی تلفن همراه بوده، اطلاعاتی که درون لپتاپ داریوش مرجوی بوده. پس این دو نفر اطلاعاتی رو در اختیار داشتن که شاید این اطلاعات در آینده برای ساخت یک مستند از واقعی یک مسئول یا یک شخص میتونسته براشون مهم باشه. و نکته دوم، اومده بودن گفته بودن که این دو نفر رو با 3 تا ضربه زدن، حالا ضربه چاقو زدن و انداختنشون، اما کسی که رفته بود بالای سر این دو نفر، من بعد واقعیت رو بهتون بگم، گفته که با ضربات متعدد چاقو داریوش مرجوی اتفاق افتاده بوده براش، دستهاش بسته بوده، لباسش پاره بوده، آلت تناسلیشو بریده بودن، انداخته بودن روی این همسرشون و تجاوزی صورت گرفت. نه اینکه بگم که حالا این معمولا به یه آدمی که جوونه و به یه آدمی که
حالا چیز هستش رو تجاوز میکنن. از اون طرف قتل به قدری فجیح بوده که حسابی وقتی این جزئیات به مرور منتشر بشه توسط رسانه ها متوجه میشن که اوه چه فاجعه‌ای صورت گرفت. از اون طرف اومدن گفتن که چون همسر ایشون اومده گفته که تهدید توسط دو تا چند تا مهاجر حالا بیگانه یا همون افغان صورت گرفته، احتمالاً قتل هم توسط اون افراد بوده. من میگم ممکنه این قضیه هم اتفاق افتاده باشه، ولی قطعاً اون آدم ها هدایت شده از سمت یک جریان خاصی بودن که این کار رو خواستن رقم بزنن. وگرنه وقتی که تو صحبتم گفتم که اونها در یک شهرکی هستن که مسئولین و افراد لاکچری اونجا هستن، اون شهرک از امنیت بالایی برخوردار هست. اینجوری نیستش که شما بگید دو نفر میان میپرن داخل اینا رو دنبال مثلا طلا بودن زدن اینها رو هم کشتن. نه، ماجرا به همین سادگی نیست و هدف سرقت نبوده. و از اون طرف وقتی میان میگن دو تا تبع افغان، شما مطمئن باشید که حالا تو بُعدهای روانشناسی جامعه و تو بُعدهای ساختارشناسی و اینکه مدیریت یک جامعه، میگن که همیشه یک جامعه نیاز به دشمن داره. چرا؟ برید مطالعه کنید. وقتی که موج مهاجرت غیر قانونی و بیش از حد افغان‌ها صورت میگیره، میتونن بهترین بست رو بدن، میگن که این نمونهش بوده، به خاطر همین اون موج اومده. اینها موج نارضایتی دارن و ناامنی ها دارن اتفاق میارن، اتفاقش رو براشون رقم میزنن. وگرنه دو تا تبع افغان اصلا شعبهشون به کارگردان نمیخوره یا به همسر کارگردان نمیخوره. شما مطمئن باشید که این قضیه اجیر شده از سمت یک گروهی بوده که من فکر میکنم بی رب به دولت نیست. شاید جلوتر جزئیاتش رو بیشتر براتون گفتم. اما امین حیایی جز اولین نفرهایی بود که حالا تصاویرش هم اومد که رفت بود توی محل اون اتفاق تلخ و صحبتهایی رو میکنه. یه مقداری صداش نامفهومه چون به هر حال خیلی حرفه‌ای ضبط نشده این تصاویر، اما توضیحاتی میده که حالا بشنوید. شما خبر خیلی غم انگیز و وحشتناکی بود. بفرمایید شما دو طرف هم نیستیم پرسید اتمام داری توی خبال دواده فیلم شبکه مجازی سر صحنه فیلم برداری بودیم شبکه قذابی که نیروی خبری که دیدیم اصلا کلا کار ترتیب کردیم، کارگردان گفت تو ماری نمیتونیم کار کنیم، که همون لحظه به فکر نسید بیمار درست ببینیم که اصلا چه اتفاق افتاد. و وقتی رسیدیم داشتن جنازه رو میبردن. واقعا متاسفم، نمیدونم چه اتفاقی داره تو این دنیا میفته. واقعا سر هنرمند خوب مملکتم استاد حضور مرحوم بومیاشوری که واقعا همه به گردنشون حق داریم، هر کی سینما کار میکنه به گردن این آدم حق داره. بنظر بله اینم ویدیو دوم. واقعا متاسفم، شوک شدیم هممون و نمیدونیم که چه اتفاقی داره. کینه بوده، دشمنی بوده، چه اتفاقی بوده که والا اینجوری بخون انتقام بگیرن از این آدم که اینقدر بازم که بازارش به هیچ کس نمیرسید. همه تو خونش بودنش دوستان زندگی میکردن. خدا رحم کرده دخترش نبود اون لحظه خونه. خیلی متاسفانه صحنه جرم دیده و خودش خبر. خیلی متاسفانه خود دختر نیده. خیلی تاسف و اینیزه تو مملکتی به اینجا نمیکنی که این اتفاقا برای هنرمندمون. بله حالا این اتفاق خیلی اتفاق تلخیه. جزئیات بیشتری از این قضیه اومده بیرون و حالا اون شخصی که بالا سر این دو نفر بوده توی اون محل، حالا افراد زیادی بودن، من نمیتونم بیشتر از این جزئیات بگم، بعد یه ذره این جزئیات رو براتون افشا بکنم. ممکنه که اون منبع خبری که ما داریم لو بره، اما قطعاً به زودی وقتی جزئیات بیشتری رو بهتون بگم دود از سرتون بلند میشه. اما باید منتظر اعلام نتیجه پزشکی قانونی نسبت به این اتفاق باشیم، ببینیم که حالا